اون تابلوی که دختر دایی تو آورده زدم، ببخشید دختر دایی خودم آورده، زدم تو سالن. اون گلدونه که پسر دایی تو آورده گذاشتم در. یه کار دیگه بکنیم، ما اون گلدونه رو که پسر دایی ما آورده رو بزنیم تو سالن، اون تابلویی که دختر دایی تو آورده بزنیم دم در، چون ورودی باید زیباتر باشه. موافقم. پس در این حالت اون قالیچه‌ای که عمو تو آورده، قالیچه‌ای که نه اون گلیمه، اونم پهن کنیم دم در که کفشاشون هم پاک میکنن. در این حال با اون تابلو هم خیلی همچون به هم میزونن هماهنگه. این مجسمه کو اینجا بود؟ اون که دایی تو آورده بود اونو گذاشتم تو این بالکن جلو که هر کی از تو خیابون رد میشه ببینه از بیرون. آره. چیز کن، یه کار دیگه بکنیم، اون مجسمه رو بیار بذار اینجا، بعد دایی تو بذاریم تو کابینت. چی؟ نه یعنی اون که فنجون نلبه کیک دایی تو آورده رو بذاریم تو کابینت طبقه بالا در اولویت. آره خوبه. ولی دیر گفتیم. چرا؟ چون من تمام کریستالا و چینیایی که فامیله خودم آوردن همه رو چیدم توی بوفه. آره. بعد تمام اون کادوی چینی مینیا هر چی که فامیله تو آوردن گذاشتم تو اون گنجه اون پشت. میخوام تازه جلوش پرده ام بذارم که کثیف نشه. برای اینکه کثیف نشه. تازه اون مبلمانی هم که فامیله پسر پسر خالت آورده بود اونم هم گذاشتم تو این پای پشتی که عصر بریم چای بخوریم. عصر نه. این پارچه پارچ بود عمت آورده بود. نه بابام آورده. بابات بود با 6 تا لیوان. آه اینا رو بذاریم تو بذار تو همون برای سرشور شامپو. بله الو سلام، احوال شما چطوره؟ سلام پسرم، حالت خوبه؟ خوبه قربان شما، لطف کردیم، خیلی ممنونم. بله بله شما خوبین؟ چه خبر؟ ببینم امشب جایی که نمیری؟ نه اینو بهت بگم، خانواده هر کی شام اول بیان خونه تازه عروس و داماد تا آخر اونا همه کاره میشن، این قضیه خیلی مهمه. باشه با من چشم بسن کاری نداری. سلام برسون قربان شما، خدا حافظ.